أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ضمن تبریک و تہنیت بے مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام جعفر صادق علیہ السلام، موضوع ہمیں تھوڑی کے اعلام شدے، یعنی تجلی وحدت در پیامبر رحمت. من متاسفانه با توجه به این که دو تا برنامه با هم تداخل پیدا کردن، هرچه زودتر باید جلسه رو ترک بکنم و فکر می کردم که احتمالا این برنامه قبل از نماز شروع میشه، یعنی یک اشتباهی از طرف من رخ داده. لذا خب فقط به یه سری نکات مهم در حد کلیات من خدمت سروران عزیز عرض می کنم، و البته خب موضوع بسیار مهم هست و انشاءالله در یک فرصت دیگر این مسئله رو در توضیحات بیشتر عرض می کنم. اما یه مشکل دیگری که در این زمینه داریم، با دوستان ایرانی که از نظر علمی در ایران تو مسائل وحدت خیلی کارم شده، مقالات علمی، کتابهای علمی وجود داره، ولی تجربه عملی برای ایرانیان در مورد وحدت و مشکلاتی که در زمینه تفرقه و مثلا اینجور مسائل هست کمتر وجود داره نسبت به، اگر مقایسه بکنیم مثلا پاکستان و هندوستان و کشورهای دیگر اسلامی که در اونجا شیعیان و اهل سنت با هم زندگی میکنند و یه سری مشکلاتی که اونجا وجود داره، اون رو ما اگر واقعا خودمون لمس کرده باشیم مسائل رو و واقعا تجربه کرده باشیم مسائل رو، خیلی بهتر خیلی چیزا رو میتونیم درک بکنیم. حالا این یه مسئله هست که جای خودش هست. من در سه قسمت سخنرانی خودمون رو تقسیم کرده بودم و اولین قسمت درباره عوامل مثلا تفرقه و چه عللی وجود داشته که نوعی اختلاف و تفرقه وجود داره بین مسلمانان و در کل بین شیعه ها و سنی ها. حالا در مرحله بعد ما باید در سطح ادیان باید صحبت بکنیم، ولی به نظر می رسه که همون عرض بکنم که همون مشکلاتی که بین مذاهب اسلامی وجود داره، همون مشکلات در سطح ادیان هم وجود داره. اگر سطح مذاهب اون عوامل تفرقه و عوامل اختلاف و دوری و فاصله اینها رو بتونیم ما حل بکنیم، ما میتونیم در سطح ادیان و انترفیت و گفتگوی ادیان هم خیلی از مشکلات خودمون رو میتونیم حل بکنیم. اما در مورد وقتی که وحدت میخواییم صحبت بکنیم، وقتی که ما با مثلا فرقه های دیگر، مکاتب دیگر اسلامی زندگی میکنیم، میبینیم افرادهای مختلف مثلا اونجا وجود داره. یه ادعی هستن یا گروهی هست در اونجا که مثلا الظاهر مثلا با شما هم تعریف میکنه، هم با شما زندگی میکنه، اما در دل و در درونش یک نوع تعصب وجود داره و این تعصب رو یه جایی اون نشون میده. ما یه اگر این رو در مثلا به طور کلی اگر بخوایم اینو تقسیم بکنیم، و یه ادعی هستن که واقعا نه الظاهر و نه در درون خودشون رو مثلا این تعصب در اینها وجود نداره. منتها بعضم ما میبینیم که هم بین شیعه ها هم بین اهل سنت مثلا یه چیزی وجود داره که ما این رو درک میکنیم که با این که انسان مثلا ممکنه تعصب نداشته باشه، یه مثلا نفرتی یا مثلا چیزی نداشته باشه، اما نوعی بیگانگی رو احساس میکنه.
نوعی دوری رو و یک نوعی فاصله رو احساس میکنه. یعنی وقتی که ما در جامعه اهل سنت و فرقه های دیگر اسلامی و شیعه ها زندگی میکنیم، به عنوان شیعه مثلا ما میبینیم که خب حالا اختلافی نیست، خب تحمل هم میکنیم، مدارا هم در اونجا هست، منتها یک نوعی از بیگانگی و دوری و فاصله در زندگی مثلا در فرهنگی که مثلا در اونجا زندگی میکنیم، این رو ما احساس میکنیم و میبینیم. این عوامل و عللی که مثلا وجود داره، این رو ما باید بررسی بکنیم. من چند نکته رو فقط اینجا میخواستم اشاره بکنم که انشاءالله تفصیلش بمونه برای بعد. اولین وقتی که علل و عوامل این روحیه رو اگر بخوایم ببینیم که مثلا حالا یا مثلا تعصبی داریم یا یک نوعی مثلا ما احساس غربت میکنیم، احساس غریبه بودن میکنیم با دیگران، یکی از عواملی که مثلا در این زمینه ما میبینیم این مسئله تشخص و هویت هست، یعنی آیدنتیتی، یعنی ما یک بحران هویت داریم. یعنی در طول زمان ما میبینیم که فرقه های مختلف خیلی به یک هویت مخصوصی تاکید داشتن، به خاطر این هویت، به خاطر این آیدنتیتی و به خاطر این تشخص. و این تشخص هم در گفتار اونا هست، هم در آداب و رسوم ما هست، هم در رفتار ما هست، هم در نحوه برخورد ما هست. یعنی همه جا این تشخص و هویت رو ما میخواستیم ایجاد بکنیم و هم در لباس ما هست، هم در ظاهر ما هست، هم در باطن ما هست. یکی از مشکلاتی که در طول تاریخ ما داشتیم این بوده، حتی در متون دینی و نوشته های علمای ما هم ما میبینیم که این ایجاد هویت، هویت مثلا تشخص جداگانه رو ما اونجا هم میبینیم. حتی در استنباط هم این مشکل رو ما میبینیم. حتی ما میبینیم کسانی که مثلا اهل سخنرانی هستن و اهل منبر هستن، حتی اینها برای گزینش افکار و مطالبی که اینا میخواستن بیان بکنن، اینجا هم نوعی تشخص و هویت برای اونها مطرح بوده. یعنی مثلا مثال میزنم، فرض کنیم که راجع به امام حسین میخواستن صحبت بکنن، خب خیلی از مطالب هست که راجع به امام حسین میشه مثلا گفت، منتها اگر من دنبال این باشم که یک هویتی رو برای خودم داشته باشم، یک تشخصی رو برای خودم ایجاد بکنم، من گزینشی عمل میکنم و دنبال یه سری مطالبی هستم که مربوط به جدا سازی باشه. یعنی یک نوعی دیوار رو من برای خودم مثلا بسازم بین فرقه های دیگر و من رو از اینا دور بکنن. پس یک مشکل، مشکل هویت هست. و در مورد هویت هم این نکته هم اشاره بکنم که اینم دو گونه بوده در تاریخ. یکی شما مثلا هویت و تشخصی رو داشتن که به عنوان جوهر ثابت و به عنوان جوهر ایستا، یعنی یک تشخصی رو برای خودمون فرض میکنیم و اون رو ایجاد میکنیم. خب همچه تصور و بینشی که اگر داشته باشیم، مشکلش این است که هیچ وقت ما نمیتونیم خودمون رو عوض بکنیم. یعنی در طول زمان پیشرفت هایی که در جهان بشری از نظر فکری، از نظر علمی، از نظر فیزیکی و چیزهای دیگه ما نمیتونیم. اما اگر این رو به عنوان یک فرایند در نظر بگیریم، اون موقع میتونیم ما با همزمان با پیشرفت هایی که در زمینه فکری و علمی شده، ما میتونیم خودمون رو عوض بکنیم. لذا من الان فقط یه مثال میزنم که حالا نمیخوام بگم که اون درست بوده یا درست نبوده، حالا این بحث جدا هست که چه چیزی درست بوده و چه چیزی درست نبوده. اما الان مثلا نیاز این هست که اگر ما بخوایم یه آیدنتیتی داشته باشیم، یک هویت داشته باشیم، یک تشخص داشته باشیم، بهتر است که تشخص ما اینجوری باشه. مثلا یعنی فرض کنیم که اگر کسی بدونه که من مسلمان هستم، خب نسبت به اونایی که مسلمان نیستن، یا اگر من شیعه هستم نسبت به کسانی که اهل سنت هستن، یعنی من اگر شیعه هستم و پیروی اهل بیت هستم، من باید یه تشخصی داشته باشم که دیگران واقعا این تشخص رو در تضاد نبینن، بلکه مثلا فرض کنیم که باید ایمان ما باید بیشتر از دیگران باشه، باید امانت من بیشتر از دیگران باشه، باید صداقت من بیشتر از دیگران باشه، باید معنویت من بیشتر از دیگران باشه، باید عقلانیت من
بیشتر از دیگران باشه. یعنی اگر ما تشخص رو بر اساس این مبانی ما استوار بکنیم، ما میتونیم مثلا هم تشخص داشته باشیم، هم هویت داشته باشیم، هم یک پیغامی رو میتونیم مثلا به دنیا بدهیم و این وحدت رو هم میتونیم ایجاد بکنیم و تفرقه رو میتونیم به پایان برسونیم. این یک مسئله. مسئله دومی که در طول تاریخ ما داشتیم، یک اشتباهی که رخ داده، اشتباه این بوده که ما بین تاریخی بودن دین و بین اصل دین خلط کردیم. یعنی ما یعنی در طول تاریخ میبینیم که یه چیزایی هست که در تاریخ دین اتفاق افتاده، یعنی جزء تاریخ دینداری مسلمانان است و یه چیزی هست که خب خود اصل دین و حقیقت دین و روح دین هست. خب خیلی وقت هست که ما میبینیم که این مسئله با هم خلط شده که ما فکر میکنیم چیزی که در طول تاریخ اتفاق افتاده و مسائل تاریخی هست، ما فکر کردیم اصل دین هم همین هست. مثلا حالا یه مثال میزنم که بزرگترین مثال خود خلافت، مسئله خلافت باشه، خلافت امیرالمؤمنین. خب این یک مسئله تاریخی است که ما این رو مثلا درست است که از نظر علمی ما باید این مسئله رو بررسی بکنیم، ولی واقعا این مسئله خلافت واقعا روح دین هست، حقیقت دین هست، اون چیزی که ما در عمل میبینیم اون این هست که یعنی برای من مثلا شیعه ممکن است اون چیزی که مهم باشه این باشه که چرا حضرت علی خلیفه اول نبوده و برای اهل سنت یه چیزی دیگه مهم باشه. ولی اگر واقعا ما روح دین رو در نظر بگیریم و اصل دین رو در نظر بگیریم، اون موقع دغدغه من این نیست که کدوم کی خلیفه بوده. درسته که از نظر تاریخی یه اتفاقی افتاده و ما خیلی چیزا تو این زمینه داریم، ولی مهم این است که علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه چی گفته، برای انسانیت، برای امروز چه پیامی داده، از نظر اخلاقی، از نظر فکری، از نظر علمی واقعا چیزی برای گفتن هست اونجا. یعنی ما دنبال محتوا باشیم و با دنبال محتویات باشیم و دنبال اصل دین و حقیقت دین باشیم تا ما این مشکل رو بالاخره ما میبینیم که خلط شده بین تاریخ دین و بین اصل دین. حالا من نمیتونم خیلی وارد تو این زمینه جزئیات بشم، به خاطر همین حتی گفته شده است که ما چون مشکل اساسی ما این است که حق رو خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم. یکی از عللی که این خلط وجود داره بین تاریخی بودن دین و اصل دین به خاطر این هست که تشخیص ما ضعیف است. یعنی ما قادر به تشخیص حق و باطل نیستیم. خب یکی از، حالا من اشاره هم بکنم بد نیست اینجا، یکی از آزمایش هایی که زمان ظهور امام زمان علیه السلام خواهد بود راجع به همین مسئله تشخیص است. یعنی از ما چیزهایی که سوال میشه، یعنی یه نمیتونیم ما عذر بیاریم که ما قدرت تشخیص نداشتیم. یعنی همین یک چیزی که مورد آزمایش قرار میگیره در اون زمان همین هست که ما قدرت تشخیصمون رو درست بکنیم و این رو هم قبل از ظهور باید آمادگی داشته باشیم تا اون زمان چه باشیم یا نباشیم این به درد ما میخوره. حالا این چیز سومی که میخوام در این زمینه عرض بکنم این هست که خب خیلی از الان هم با این همه پیشرفت هایی که مثلا در جامعه بشری ما میبینیم، الان هم تعصبات قبیله‌ای، تعصبات نژادی و تعصبات قومی در ما وجود داره. خب حالا این در حد این که یک چیز طبیعی باشه اشکالی نداره، چیز خوب هم هست، مورد تایید قرآن و سنت هم واقع شده که انسان واقعا مثلا وطن خودش رو دوست داشته باشه، قوم خودش رو دوست داشته باشه، قبیله خودش رو دوست داشته باشه. اما اگر در این زمینه افراط و تفرید وجود داشته باشه یا ما تجاوز بکنیم از یه حدی، اون موقع مشکلات ایجاد میشه. مشکلی که در طول تاریخ ما در مورد این وحدت و تفرقه و مثلا چیز داشتیم این بوده که ما این تعصبات قبیله‌ای و قومی و نژادی رو سرایت دادیم به دین شناسی خودمون. یعنی چیزی که مثلا مربوط به تعصبات ما بود ما این رو آوردیم به این که مثلا دین شناسیمون رو در اینجا آوردیم و بخاطر همین ما میبینیم که
هر کسی عقیده خودش رو در راستا در راستای همین تعصبات قبیله‌ای و اون اخلاقی که برای خودش پیدا شده، ملکه‌ای که چیزی شده به خاطر اون، مثلا اون دین رو میفهمه. یعنی وقتی که ما یکی از بزرگترین عواملی که مثلا موجب تفرقه شده این بوده که هر کسی خودش رو فکر میکنه اون حق هست، یعنی به خیلی زود مثلا به یقین میرسه. یعنی این تو تعصبات قبیله‌ای ما میبینیم که مثلا ما کورکورانه چیزی رو تقلید میکنیم و خودمون مثلا به حد پرستش میرسیم، یعنی فکر میکنیم که همین حق هست و هرچه در مقابل این باشه باطله، هم هرچه که من میدونم این حق مطلق هست. بس یک چیزی که در این زمینه هست که چیزهایی که مربوط به مثلا نژاد و قوم و قبیله باشه، این روحیه رو ما آوردیم در دینداری خودمون. این که ما حاضر نیستیم این فکر بکنیم که دیگران هم میتونن بر حق باشن، این هم یک مشکلی که چیزه. این مشکل دیگری که در این زمینه هست، چیزی که تو انگلیسی ما میگیم سبجکتیو، یعنی سبجکتیو و ابجکتیو، یه چیزی که درونی ما هست، یه فهم درونی ما و فهم انفسی ما. یعنی مثلا مثال میزنم، اون رو ما میآوریم تو خارج، ما تطبیق میکنیم به دین شناسی خودمون. من میگم که خب این چای هست، خب شما میگی چای هست. من میگم این چای واقعا خوشمزه است، شما میگی خب حرفتون درست هست. ولی من یه دفعه میام یه ادعای بیشتری میکنم، من میگم که چای خوشمزه تر این وجود نداره. خب اینجا میشه سبجکتیو. شما میگی آسمان آبی هست، خب آبی هست. شما میگی آبی خیلی قشنگه، شما میگی آبی. ولی یه دفعه شما ادعا میکنید که آبی تر از این، خوش رنگ، خوش گل و خوش رنگ تر از این وجود نداره. خب یه چیزهایی که در طول تاریخ اتفاق میفته و اتفاق افتاده و ما هیچ پشتوانه استدلال و مثلا منطق نداریم، همین هست که چیزهایی که درونی هست و انفسی هست ما این رو ابجکتیو میکنیم و در خارج اینو مثلا در دینداری و دین شناسی خودمون رو تطبیق میکنیم. بعد همینطور ما عادت میکنیم با فکر خودمون، همینطوری که عادت میکنیم با خیلی چیزها، عادت به چای میکنیم، عادت به خیلی چیزها، گاهی با فکر خودمون عادت میکنیم، افکاری که داریم عادی میشیم به اون افکار. یعنی نوعی ما میبینیم که افسون زدگی با باورهایی که ما داریم مثلا به وجود میاد. خب این چیزهایی هست که امام سجاد علیه السلام یه حدیثی خیلی زیبا هست که ایشون راجبه همین تعصبات قبیله‌ای و اینا میفرمایند که چرا این چیزی هست که منفور هست و گفته شده که نباید شما اینو داشته باشید. این میگه، ایشون میفرمایند که کسانی که تعصبات قبیله‌ای و قومی و مثلا نژادی دارن، اینها افراد ناشایسته خود را مطلوب تر از افراد دیگر میدونند. این یک. بعد امیرالمومنین میفرمایند که کسانی که این گونه تعصبات رو دارند و این جور وابسته هستند به قوم و قبیله خودشون رو، اینها کسانی هستند که نمیتونن عیوب خودشون رو ببینن، نمیتونن عیب های خودش رو ببینن. این مشکلشون این هست و این مشکل رو ما میبینیم که در دینداری و در دین شناسی هم این مشکل وجود داره. همینطور یه مشکل دیگری که در این زمینه هست اون این هست که شناخت وارونه از یک دیگر. یعنی واقعا من تجربه عملی که در طول سالها داشتم با اهل سنت و با دیگران کار کردم و در اون جامعه میدیدم، یعنی خیلی جاها وقتی که شما با هم اگر انترکشن داشته باشید، با هم تماس داشته باشید، با هم دوست باشید، با هم همه حدیث هم داریم، حدیث میگه که این قلب شما قلب وحشی هست و به طرف کسی گرایش پیدا میکنه که مانوس میشه. شما اگر با دیگران انس بگیرید، شما با دیگران اگر مانوس بشید، شما با دیگران اونایی که دیگر اندیشان هستن یه خورده چیز میبینید که خیلی از سوء تفاهم ها از بین میره. بس یکی از مشکلاتی که این هست که ما بدفهمی و سوء تفاهم هایی که در طول تاریخ نسبت به عقاید یک دیگر وجود داره، این هم یکی از موانع اصلی شناخت هست. و یکی دیگر این که ما هنوز که هنوز هست اونجاهایی که اختلاف و تفرقه وجود داره، اونجا رو من میگم، یعنی هنوز که هنوز هست ما این اختلاف رو، یعنی اختلاف در جوامع بشری و اختلاف در انسانها، این رو به رسمیت نشناختیم.
یعنی این خیلی مهمه، یعنی ما تا حالا اینو به رسمیت نمیشناسیم که کسی دیگه هم حق اختلاف میتونه داشته باشه، حق اعتراض میتونه داشته باشه. یعنی خود قرآن میگه ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده، یعنی قرآن میگه که اگر خدا میخواست که یک امت واحدی رو مثلا درست کنه میتونسته، اما چیکار کرد؟ خدا میگه ولا یزالونا مختلفینا، اما این مردم همواره اختلاف دارن. یعنی خود قرآن خیلی واضح میگه. بس اگر ما این اختلاف رو به رسمیت نشناسیم، ما نمیتونیم مثلا این گامی به سوی وحدت برداریم. و آخرین نکته که انشاءالله در یه جلسه دیگه انشاءالله توضیحات بیشتر من میخوام بدم، که وقتی که ما پیامبر اکرم که به عنوان رحمتن للعالمین میبینیم، قرآن میگه که ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. یکی از صفات مهم خدا الرحمن و رحیم هست، و خدا یعنی یکی از موضوعات مهمی که من دوست دارم در این جلسه انشاءالله در این حسینیه، در این مسجد باید این انجام بشه، راجب مفاهیم قرآن هست. راجب مفاهیم و موضوعات قرآن که مثلا فرض کنیم مثلا رحمت در چه جاها استفاده شده، اثار رحمت چی هست، زمینه رحمت چی هست، موانع رحمت چی هست، چون ما نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه تو قرآن و نهج البلاغه مراجعه بکنیم. بس خدا میگه که این رحمانیت من و رحیمیت من، این تجسم عینی رحمان بودن من و رحیم بودن من در وجود پیامبر اکرم هست، و هر چیزی که مربوط به رحمت هست این به توسط پیامبر اکرم میتونی شما به دست بیارید. بس پیامبر اکرم رحمت به عنوان رحمت، و رحمت مستقیما مربوط به وحدت هست. شما ببینید کارهایی که حالا من وقت ندارم، کارهایی که پیامبر اکرم در زمان خودش انجام دادن، میبینیم که وحدت رو به عنوان یک اصول اصلی و اساسی در نظر گرفتن. یکی از مشکلاتی که تو جوامع ما هست، حالا کسانی که حرفی از وحدت میزنن، اونا معمولا به عنوان یک حکم ثانوی این مسئله رو میبینن. یعنی فکر میکنن که حالا که در حالت اضطرار هست، یک دشمنی در مقابل داریم، لذا ما باید متحد بشیم. حالا سوال من همیشه به این گونه افراد این بوده که حالا امروز شما در مقابلتون استعمار هست، امروز در مقابل شما استثمار هست، امروز در مقابل شما یک دشمن مشترک هست، و شما که داری میگی در مقابل دشمن مشترک ما باید بیاییم متحد بشیم. همیشه سوال عقلی و سوال فلسفی من به این گونه افراد این بوده که روزی که در مقابل شما دشمن نباشه، اگر استعمار نباشه، اگر استثمار نباشه، پس شما باید بجنگید. یعنی پس شما مسئله رو به طور اساسی حل کنید، نه اینکه شما مثلا مسئله رو مثلا فقط به خاطر اینکه حالا امروز ما مجبور شدیم بیایم دنبال وحدت. پس ما میبینیم که وقتی که پیامبر اکرم در نفی عصبیت جاهلی و اختلافات جاهلی و قبیله‌ای رو قدم برمی‌دارن، وقتی که ترویج انفاق و دوستی و محبت رو در جامعه از طرف پیامبر اکرم میبینیم، و تحکیم پیوندهای اجتماعی که ایشون قدم برداشتن، و تغییر فرهنگ ازدواج رو ما میبینیم در جامعه ایشون انجام، این چیزهای مهمی که ایشون انجام دادن ما میتونیم به این شکل خلاصه بکنیم، یا تغییر ارزش ها و مفاهیمی که در اون جامعه عربی وجود داشته، پیامبر اکرم تغییر داده این مفاهیم و ارزش ها رو، و همون مفاهیمی که مثلا در اون جامعه وجود داشته پیامبر با از همون الفاظ، از همون کلمات، از همون فرهنگ، از همون مفاهیم استفاده کرده و یه افق بالاتری رو نشون داده، و یک جهانبینی توحیدی رو توسط همین مفاهیم ما میبینیم که توسط پیامبر اکرم انجام، یا مشارکتی که مردم رو مثلا ایشون شریک میکرد تو تصمیم گیری، یا مثلا نظاممند کردن این جنگ و خونریزی و انتقام رو، این رو هم یکی از کارها هست، یا مثلا ایجاد تعادل فرهنگی، یا مثلا رعایت عدالت در برخوردهای اجتماعی، و خیلی چیزهای دیگه که حالا نمیخوام اشاره بکنم. یعنی تمام کارهایی که پیامبر اکرم انجام میدادن ما میبینیم که اساسش و اصلش بر اساس وحدت بوده. فقط به خاطر این نبوده که ما بگیم که حالا پیامبر اکرم میخواستن که حالا اسلام رو ترویج بکنن، اسلام رو تبلیغ بکنن، حالا یه کلکی بزنیم،
به عنوان یک تاکتیکی و بعد بیاییم برای وحدت فرا بخوانیم. نه، پیامبر اکرم این رو به عنوان استراتژی، به عنوان یک حکمت، به عنوان یک اصول این رو اتخاذ کردند. و مشکلی که ما الان در اجتهاد، در استنباط، در تحقیقات علمی داریم، هنوز که هنوز است، مشکلی که ما داریم این است که ما این اصول وحدت رو، یعنی وحدت رو یک مبنا قرار ندادیم برای تحقیقات خودمون. روزی که ما این کار رو تونستیم انجام بدیم، خیلی از مسائل ما ممکن است انشاءالله حل بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مناسبه دانشمند، بله انصافا من خودم خیلی استفاده کردم، حتما میذارم شما استفاده کردید و امیدواریم که مجددا ان شاء الله از حضور ایشون مستفیض بشیم. آقای دکتر ناصر زیدی یک شنبه گذشته سمیناری با جوانان بود، تشریف آوردند و مطالب علمی و کلامی رو مطرح کردن که مجددا من تشکر میکنم و ان شاء الله امیدواریم که در آینده هم مستفیض بشیم ان شاء الله. صلوات قلب بدید. هدیه مانش این است که خیلی ممنون دیگه تشریف نیارید اینجا. احسان تو اثباتش نفی معده نمی کنه. احسان تو خیلی خوش آمدید. خدا خب تشکر میکنیم از برادر گرامی جناب آقای دکتر زیدی، استفاده کردیم از بیاناتشون، انشالله در آینده هم توفیق استفاده از بیانات این عزیز رو داشته باشیم. همطور که عرض کردم ما برنامه هامون رو همکنون اعلام میکنیم خدمت شما، به طوری که برای من نوشتن ما اولین چیزی رو که اعلام میکنم خدمتون، از همکنون تقویم خود را علامت بزنیم. انشالله برای لحظه سال تحویل نو همه با هم در کنار خانواده و در فضای نورانی و معنوی مسجد القدیر در کنار سفره هفت سین روز عصر یک شنبه 21 مارس ساعت 2 بعد از ظهر انشاءالله در خدمت همگی شما عزیزان باشیم. غذای شب عید رو هم همراه خواهیم آورد به صورت پاتلاک. جای دکتر حجازی مرقوم فرمودن سبزی پلو. حاج آقا فقط حتما باید سبزی پلو آورد یا با ما. حالا اگه کسی ماهی دوست نداشت حاج آقا باید چیکار کنه؟ به هر حال بله، بله معمولاً شب‌های عید طبق رسم و رسوم ما ایرانی‌ها غذای مورد استفاده و مورد علاقه ما ایرانی‌ها سبزی پلو با ماهی است. حالا انشاءالله دوستانی که تشریف میارن اینجا این غذا رو انشاءالله تهیه می‌فرماند و در خدمتشون خواهیم بود. و اما به مناسبت جشن میلاد النبی مراسم ویژه‌ای در مسجد الزهراء روز یک شنبه 20 فوریه از ساعت 4:30 بعد از ظهر منعقد می باشد. انشالله که دوستان و عزیزان شرکت بفرمایند. گروه شباب القدیر با اجرای موفق تواشیح در مراسم جشن احمدیه سه شنبه گذشته که مورد استقبال صدها نفر از حضار قرار گرفت، برنامه‌شون رو الحمدلله به خوبی انجام دادن و انشالله این گروه جوانان عزیز القدیر برنامه تواشیح دیگری رو خواهند داشت که در جشن باشکوهی که توسط
برادران اسماعیلی خواهند بود در روز یک شنبه 27 فوریه. انشاءالله شرکت خواهند کرد. این موفقیت را به جوانان القدیر تبریک میگوییم. خوشبختانه تیم فوتبال القدیر هم مورد استقبال عزیزان قرار گرفته. یک شنبه گذشته اولین مسابقات فوتبال را انجام دادند که این برنامه مسابقه بسیار مورد استقبال عزیزان جوانمون قرار گرفته. کلاس های یوگا ویژه خواهران به حمد الله راه اندازی شده. علاقمندان جهت ثبت نام میتونن به سرکار خانم مهدوی مراجعه کنن. کلاس های یوگا پنج شنبه ها ساعت 5:30 الی 7 بعد از ظهر خواهد بود که دقیقا تا قبل از نماز مغرب است. و در صورت استقبال خواهران میتوان مسابقات والیبال رو ویژه خواهران نیز راه اندازی کرد که چنانچه جناب دکتر حجازی هم توضیح دادن این امکان ممکنه در محل دیگری منباب مثال محل مسجد الزهرا برای خواهران امکان پذیر باشه. و اما مطلع شدیم که اخویه برادر عزیزمون جوای کریمی دار فانی رو ودا گفتند. ضمن آرزوی رحمت و مغفرت برای روح آن مرحوم، برنامه جمعه آینده مسجد القدیر اختصاص دارد به شب هفت مرحوم دکتر مهرداد کریمی. انشالله حضور شما عزیزان تسلی بخش خاطر بازماندگان آن مرحوم خواهد بود. و در پایان هم پذیرایی شام رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود که به مناسبت شب هفت مرحوم دکتر مهرداد کریمی است. و اما برنامه های امشب، برنامه های امشبمون قرائت شعر است که پس از اعلانات توسط سرکار خانم علوی خواهد بود. پس از قرائت شعر برنامه تواشیح رو داریم که توسط شباب القدیر برگزار خواهد شد و پس از اون کلیپی رو آماده کردن خدمتون ارائه خواهد شد. انشالله بعد از کلیپ مخبر نماز جمعه جناب نحوی برای ما گزارش مختصری، توضیحات مختصری رو از برنامه نماز جمعه امروز خواهند داد که انشالله بتونیم کسانی که توفیق حضور نداشته بودند بتونن استفاده بکنن از بیانات جناب دکتر اجازی در نماز جمعه. اجرای برنامه مخصوصی که توسط دانش آموزان پایه 2 قرآن از مسجد القدیر هست، ما پس از ارائه اخبار نماز جمعه خواهیم داشت. پس از آن مدداهی توسط جناب سبحانی خواهد بود. اگر که وقت بود سوال قرآنی هفته رو هم انشاءالله خدمتون ارائه خواهیم کرد و پس از پایان برنامه ها یک پذیرایی مختصری هم صورت خواهد گرفت. همکنون طبق روالی که عرض کردم قرائت شعری داریم توسط سرکار خانم علوی. اجماعاً صلوات بخواهد. عرض تبریک به مناسبت فرخنده سالروز ولادت پیامبر گرامی و همچنین امام جعفر صادق بر محمد آل محمد صلوات. زمین و آسمان مکه آن شب نور باران بود و موج عطر گل در پرنیان باد می پیچید. امید زندگی در جان موجودات می جوشید. هوا آغشته با عطر شفا و بخش بهاران بود. شبی مرموز و رویایی به شهر مکه مهد پاک جانان دختر مهتاب میخندی. شبانگه ساحت ام القرا در خواب میخندی. زباغ آسمان نیلگون صاف و مهتابی دمادم بس ستاره میشکفت و آسمان پولک نشان میشد. صدای حمد و تحلیل شباویزان خوش آهنگ به سوی آسمان میشد. دل سیاره ها در آسمان حال تپیدن داشت و دست باغبان آفرینش در چنان حالت
سر گل آو فریدن داشت. شگفتی خانه ام القرا در انتظار رویدادی بود، شب جهل و ستمکاری به امید طلوع بامدادی بود. سراسر دستگاه آفرینش استرابی داشت، نبض کائنات از انتظاری دم به دم می زد. همه سیاره ها در گوش هم آهسته می گفتند که امشب نیمه شب خورشید می تابد. ز شرق آفرینش اختر امید می تابد. در آن حال آمنه در عالم سرگشتگی می دید به بام خانش بس آبشار نور می بارد و هر دم یک ستاره در سرایش می چکد رنگین و نورانی، و از این قدرت نمایی ها نصیب او شگفتی بود و حیرانی. در آن دم مرغکی را دید با پرهای یاقوتی و منقاری زمردفام که سویش پر کشید از بام و در صحن سرا پر زد و پرهای پرندین را به پهلوی زن درداشنا سایید. به ناگه درد او آرام شد آرام. به کوته لحظه گردان سر را آمنه با حاله امید، تنش نیرو گرفت و در دلش نور خدا تابی. چو دیدان حاصل کون و مکان و لطف سرمد را، دو چشمش برق زد تا دید رخشان چهر احمد را. شنید از هر کران عطر دلاویز محمد را. سپس بشنید این گفتار وحیامیز: الا ای آمنه، ای مادر پیغمبر خاتم، سرایت خانه توحید ما باد و مشید با سعادت همراه جان تو جان محمد باد. بدو بخشیده ایم ای آمنه، ای مادر تقوا، صدای دلکش داوود و حب دانیال و اسمت یحیی به فرزند تو بخشیدیم، کردار خلیل و قول اسماعیل و حسن چهره یوسف، شکیب موسی عمران و زهد عفت عیسی. بدو دادیم خلق آدم و نیروی نوح و طاعت یونس و قهر سولت الیاس و صبر بیحد ایوب. بود فرزند تو یکتا، بود دلبند تو محبوب، سراسر پاک سراپا خوب. دو گوش آمنه بر وحی ذات پاک سرمد بود، دو چشم آمنه در چشم رخشان محمد بود که ناگه دید روی دخترانی آسمانی را. به دست این یکی ابریق سیمین، در کف آن دیگری تشت زمرد بود، دگر حوری پرندی چون گل مهتاب در کف داشت. محمد را چو مروارید غلطان شستشو دادند، به نام پاکی از آن بوسه ها بر روی او دادند. سپس از آستین کردند بیرون دست قدرت را، زدند از سوی درگاه خداوندی میان شانه های حضرتش مهر نبوت را. سپس در پرنیانی نقرگون آرام پیچیدند و از آنجا آسمانی دختران بر عرش کوچیدند. همان شب قصه پردازان ایرانی خبر دادند که آمد تک سواری در مدائن سوی نوشیروان و گفته پادشاه، آتشکده آذرگشسب ما که صدها سال روشن بود، هم امشب ناگهان خاموش شد خاموش. به یثرب یک یهودی بر فراز قلعه فریاد را سر داد که امشب اختری تابنده پیدا شد و این نجم درخشان اختر فرزند عبدالله نوین پیغمبر پاک خداوند است و انسانی گرامند است. یکی مرد عرب اما بیابانگرد و صحرایی قدم بگذاشت در ام القرا، این شعر را بخوان که ای یاران، مگر دیشب به خواب مرگ پیوستید؟ چه کس دید از شما آن روشنای آسمانی را؟ که دید از مکیان آن ماهتاب پرنیانی را؟ زمین و آسمان مکه دیشب نور باران بود، هوا آغشته با عطر شفا و بخش بهاران بود، بیابان بود و تنهایی، و من دیدم که از هر سو ستاره در زمین ما فرود آمد. به چشم خیش دیدم ماه را از جای خود کندن، ز هر سو در بیابان عطر مشک و بوی عود آمد. بیابان بود و من اما چه مهتاب دلارایی، بیابان بود و من اما چه اخترهای زیبایی. بیابان رازها دارد ولی در شهر آن اسرار پیدا نیست، بیابان نقشا دارد که در شهر آشکارا نیست. کجا بودید ای یاران که دیشب آسمانی ها زمین مکه را کردند گلباران؟ ولی گل نه، ستاره بود جای گل. زمین و آسمان مکه دیشب نور باران بود، هوا آغشته با عطر شفا بخش بهاران بود. به شعر آن عرب
مردم همه حال عجب دیدند، با آهنگ عرب این شعر را خواندند و رقصیدند که یاران مگر دیشب به خواب مرگ پیوستید، چه کس دید از شما آن روشنای آسمانی را، که دید از مکیان آن ماهتاب پرنیانی را. روانش شادمان بادا کجایی ای عرب، ای ساربان پیر صحرایی، کجایی ای بیابانگرد روشن رأی بتایی، که اینک بر فراز چرخ یابی نام احمد را، و در هر موج بینی اوج گلبانگ محمد را. محمد زنده و جاوید خواهد ماند، محمد تا ابد تا بنده چون خورشید خواهد ماند. جهانی نیک می داند که نامی همچون نام پاک پیغمبر معید نیست، و مردی زیر این سبز آسمان همتاوی احمد نیست. زمین ویرانه باد و سرنگون باد آسمان پیر، اگر بینیم روزی در جهان نام محمد نیست. خب تشکر میکنیم از سرکار خانم علوی، شعرشون بسیار زیبا و خوب بود و استفاده کردیم. همکنون از جناب دکتر حجازی تقاضا میکنیم که در خدمتشون برای برنامه تواشیح شباب القدیر باشیم. یک صلوات بلند خط بفرمایید. خب عزیزان، گروه شباب تباشر القدیر که در حقیقت هنر آفرین نمودن در سالن جشن احمدیه، الان در خدمتشون هستیم. البته پشت پردم خبرایی هست، بچه ها سرک میکشند. گروه پایه دوم قرآن مدرسه اسلامی القدیر نمایش زیبایی رو که کار کردن، سوره الفیل، با هم میبینیم بعد از سواشی انشالله. بعدش هم به بچه های مدرسه اسلامی من قول دادم که امشب به مناسبت میلاد النبی همه با هم بعد از مدرسه اینها را میخوام به صورت راهپیمایی، البته راهپیمایی مسلمت آمیز، همه با هم گروهی میبریمشون در تیم هورتن، اونجا مهمان مدرسه القدیر خواهند بود، انشالله اونجا پذیرایی میشن و بعد در میگن. البته خب نمایش هم انجام میدن و بعدش هم انشالله بعد از مراسم میشن. خب اما برگردیم به سراغ جوانان خودمون. این عزیزان دو تا تباشیر رو، البته من از آقای صبحانی خواهش کرده بودم که ایشون به اصطلاح سر تیم گروه شباب باشند، منتها قبول نکردن تباشیر رو. دیگه این قرعه به نام قرعه فال به نام من دیوانه فتاد. اما جالب است بدانیم الان دو تا تباشیر انجام میدیم با هم، یکیش رو تمرین نداشتم، الان ببینیم چجوری ان شاء الله خوب انجام بدن، دیگه شما قضاوت کنید. دومیشو تمرین داشتیم، آردی قبلا اجرا شده، منتها اولیشو اولین بار میخوان انجام بدن و تمرین هم نداشتیم. حالا ببینیم آن این گویا این میدان، این جوانان هنرمند مستعد با استعداد چه میکنن. یک صلوات بفرستید. خب یواش بگم شما نشنوی؟ الله 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 لا اله الا الله 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 لا اله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله فيا رب صل على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا الله 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 لا إله إلا الله غفور شكور ودود رؤوف عزيز عليم حميد غفور الله 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 لا إله إلا الله
الله الله الله الله الله الله لا اله الا الله 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 لا اله الا الله 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 لا اله الا الله 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 لا اله الا الله صلوات خب این صلوات شما نمیدونم آیا از باب این بود که تأیید کردی صلوات محمدی شما امشب خب جوانان پس نشون میده که از اون راضی هستن خب بچه‌ها منتظرن دومی تباشیر رو انجام بدیم ان شاء الله این تباشیر دومی در احمدی انجام شد ان شاء الله بعدی ما و شما 27م نزد اسماعیلی ها دو تباشیر جدید ان شاء الله انجام میشه اونجا یکونی به بعد از ظهر 27 فوریه توی ساعت میزنیم ان شاء الله آماده ان شاء الله حالا این بوی احمدی میدهد بوی رسول الله میدهد این ایام هم ایام بله چراغانی و شادی رسول الله میلاد النبی است ان شاء الله اگر دیدید مناسب بود خود شما میتونید همراهیشون بکنید در حقیقت شما هم میتونید زمزمه بکنید و ان شاء الله صداها در هم تنیده شود صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله یا رسول الله یا رسول یا حبیب الله یا حبیب صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله يا بشير الله يا بشير يا نذير الله يا نذير صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله يا أمين الله يا أمين يا صفي الله يا صفي صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وآله صلى الله على محمد ما شاء الله ما شاء الله افتخار احسنت تشکر نوبت بچه‌های خردسال برسه تشکر فراوان
است. در سال تولد پیامبر اکرم، ابراهه پادشاه یمن بود. او فرمان داده بود که کاخی بنا کنند و گنبدهای آن را از طلا بسازند. سپس به مردم دستور داد که دیگر برای حج به خانه کعبه نروند و به جای آن کاخ او را زیارت کنند. اما مردم به کاخ او عنایتی نداشتند و همچنان برای زیارت به خانه کعبه می رفتند. ابراهه تصمیم گرفت به خانه کعبه حمله کند و آن را ویران کند. لشکر آماده کنین که به کعبه حمله کنین و آن را ویران کنین. لشکریان ابراهه در نزدیکی مکه شتران قریش و از جمله 200 شتر از عبدالمطلب را غنیمت گرفتند و بردند. ای مردم قریش، ابراهه لشکری آماده کرده است که به کعبه حمله کند و آن را ویران کند و ما نمی توانیم با آنها مقاومت کنیم. بروید و در کوه ها پنهان شوید. ای پیرمرد، چه حاجتی داری؟ من آمدم 200 شتارهایم را پس بگیرم. ها؟ تو اینجا آمدی که این را به من بگویید؟ من فکر کردم اینجا آمدی که بگویید اگه میخوای به کعبه حمله کنی اول باید من را بکشی. تو فقط اینجا آمدی که چطورها را بگیری؟ هر چیزی صاحبی دارد. من صاحب شتارهایم هستم و کعبه صاحب دارد. خودش از کعبه دفاع میکند. شتورهای این پیر مرد را بدهید که برود. ما فردا صبح کعبه حمله میکنیم و آن را ویران میکنیم. خدایا، هر چیزی صاحبی دارد و من صاحب شتارهایم هستم. کعبه تو صاحبش هستی. خودت از کعبه دفاع کن یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. خداوند بخشنده مهربان، آیا ندیدی که پروردگارت با اصحاب الفیل چه کرد؟ آیا حیله آنان را تباه نساخت و بر آنان پرندگان را دست دسته فرستاد؟ آنان را با سنگهای گلی سنگباران کردند، پس آنان را مانند علفهای خورده شده گردانید.
خب یک مرتبه دیگه زحمت بکشید این عزیزان ما رو تشویق بفرمایید. ما امشب خیلی امیدوار شدیم به دلیل چند تا مطلب. یکی این که الحمدلله گروه شباب القدیر تباشیهشون رو اجرا کردن به خوبی و از جناب آقای دکتر حجازی هم بسیار تشکر میکنیم. بنده رو که خیلی امیدوار کردم که هنوز میتونم جزو جوانان باشم، به دلیل این که اگر که جناب آقای صبحانی و جناب آقای بیازی هم جزو جوانان باشن احتمالاً من هم میتوانم باشم. بنابراین من کمال تشکر رو از جناب آقای دکتر حجازی دارم، ضمن اینکه بسیار هم تشکر میکنم از زحمات همه دوستان به خصوص جوانان القدیر و جناب آقای صبحانی و جناب بیازی برادر عزیزه. و اما مطلب دیگه که ما رو امیدوار کرد این بود که این بچه های عزیزمون آقای یاسین مطلبی، آقای مهدی تابش و پسر عزیزم آقای محمد سعید رفیعی‌پور و اون عزیز دیگرمون آقای ایمان غفاری، اگر که درست اعلام کرده باشم اسمشون رو، نیمای غفاری، بله، ایشون، این بچه ها در مدت زمان بسیار کمی تونستن با همکاری که با همدیگه داشتن در زمانهای مناسبی که پیدا کرده بودند این برنامه رو با همدیگه هماهنگ بکنند و اجرا بکنند. البته در حدی که به هر حال زحمت کشیدن به نظر من بسیار خوب اجرا کردن. ما تشکر بسیار زیادی از این عزیزان و بزرگترهایی که در راهنمایی و همکاری با آنها کمک کردن داریم. هماکنون برنامه کلیپی آماده شده که تقاضا میکنیم دوستان عزیز ما اون رو به نمایش بگذارن. مصطفى 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 مصط
اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى مصطفى 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 الجواب يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى مع بعض يا مصطفى 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 تشکر میکنیم از برادران عزیزی که این کلیپ رو تهیه کردند مناسب این روزها و این در حقیقت سال روز است. همطور که برنامه ها رو خدمتتون عرض کردم، همکنون مخبر نماز جمعه جناب آقای امیر مهدی نحوی مختصری از شرح خطبه های نماز جمعه که امروز توسط حضرت حجت الاسلام دکتر حجازی ایراد شد رو به صورت اختصار برای شما عزیزان بازگو خواهند کرد. این امکان و این موقعیت بسیار مغتنمی است که دوستانی که تشریف نداشتن در برنامه نماز جمعه بتونن از بیانات جناب دکتر حجازی استفاده بکنن. یک صلوات بلند خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگه میلاد فرخنده حضرت محمد مصطفی و صادق آل محمد رو خدمت همه دوستان تبریک عرض می‌کنم. در خطبه های نماز جمعه امروز پس از سفارش به تقوای الهی، در واقع 7 حادثه مهم و عجیب در سال عام الفیل ذکر شد که سال 570 میلادی بود، همزمان با ولادت خاتم المرسلین. اولین حادثه مهمی که اتفاق افتاد، 7 حادثه عجیب همزمان با میلاد پیغمبر اتفاق افتاد. اولین حادثه شکست سخت سپاه ابرهه در همون سال بود، سپاهی که با لشکری عظیم از فیل از یمن به سوی مکه حرکت کرد و خداوند ابابیل و پرندگان ابابیل رو فرستاد و اونها رو نابود کرد. دومین اتفاقی که افتاد فرو ریختن 14 کنگره از کاخ مدائن بود. سومین اتفاق مهم دیگه که روی داد خوابهای آشفته‌ای بود که شاهان دنیا و امپراتوری‌های